خب آقا وقتی خود قانون اساسی در واقع پایه‌گذار این تشویش نورماتیو، تشویش ساختاری، تشویش نهادی است، خب طبیعتاً این تشویش به کل جامعه سرریز می شود. بسیاری از این افرادی که آقای دکتر تحت عنوان گفتمان انقلاب از اونها یاد میکنه، بسیاری از این افراد اصلاً کارکرد، مبانی و فلسفه قانون اساسی رو نفهمیدن و بهش وفادار نیستند به یک معنا. آیا به همون دلیل فقدان نظام اندیشگی مثلا مناسبه؟ یعنی اصلا تفکر وجود نداره. خب همش ایدئولوژی بود و یک چهار تا روایت حدیث رو گذاشتیم، حتی شکل ولایت فقیه در آوردیم و بعد در صحنه عمل، یعنی در اول ما اول معنا رو دزدیدیم و بعداً دنبال یه چاله براش بودیم. اول انقلاب کردیم، بعداً نظام سیاسی تشکیل کردیم، بعد دنبال تئوری براش گشتیم. اخیراً یکی از اعضای محترم شورای نگهبان اشاره کرده است که قانون اساسی باید استمرار داشته باشه و شما نگاه بکنید به قانون اساسی آمریکا و فرانسه، ببینید اونها چقدر قانون اساسیشون استمرار داره. و منظور این بزرگوار از استمرار قانون اساسی هم این بوده که اصلا هیچ تغییری نباید در قانون اساسی داده. منتهی سوال بنده این هست، قانون اساسی که نتواند کارآمدی ایجاد بکند، قانون اساسی که نتواند به مطالبات روز جامعه پاسخ بدهد، قانون اساسی که از دل اون تولید نابهنجاری در واقع باشه، خب این قانون اساسی چطور بناست استمرار پیدا بکنه؟ اگر شما ملاحظه میکنید که در برخی از کشورها قانون اساسی استمرار داشته، 100، 200، این استمرار به لطف اون جهانبینی و نظریه های مدرنی بوده که قضات دادگاه ها داشتن. قضات پاسدار قانون اساسی تلاش کرده اند تا اون قانون اساسی رو از طریق رویه ها و آیین ها و قوانین عادی و مقررات بروزش بکنن و مستمرش بکنن. آیا شورای نگهبانی که پاسدار قانون اساسی در ایران چنین تلاشی رو کرده است؟ خیر، شورای قانون اساسی تلاش کرده است تا با تحمیل تفاسیر کهن بر قانون اساسی مدرن اساساً این قانون اساسی رو از حیز انتفاع به اصطلاح ساقط کرده. دقت می‌فرمایید؟ بنابراین ما با یک چنین ماجرایی به تعبیری روبرو هستیم. من اینجا عذرخواهی میکنم، حالا یه مخالفتی هم با هم دیگه داشته باشیم دیگه. با این فرمایش آقای دکتر عبدالکریمی عزیز من خیلی همدل نیستم که میفرمایند که جوانان داخل خیابانها بی افق هستند. نه، تصور من این هست که افق این جوانها بسیار روشنتر از افق نسل ما هاست. ما نسل سربزیران بودیم و واقعا به اصطلاح هر چرا که اتوریته به ما دیکته میکرد ما سرمون رو مینداختیم پایین و میگفتیم چشم. این نسل به این افق رسیده که اتوریته ها رو باید یا بشکند یا دموکراتیک بکند. بنابراین این نسل حالا بله ممکنه با جلوه هایی بعضا ما شاهد باشیم که همراه و همدل نباشیم. بالاخره ما 100% خشونت رو محکوم میکنیم، البته ابتدا خشونت اربابان قدرت رو محکوم میکنیم. خب اما میخوام خدمت شما عرض بکنم الان جوانها افقشون این هست که شما به عنوان حاکمان باید هویت فردی، هویت شهروندی و باید حق انتخاب من رو در عرصه های گوناگون به رسمیت بشناسید. جوانی که در واقع نه در دانشگاه، نه در اداره، نه در خیابان به هیچ عنوان به حق انتخاب او احترام گذاشته نمی شود، این جوان قطعاً افق متفاوتی رو برای خودش طراحی خواهد کرد و این افق الزاماً دیگه آنچنان که ما میخواستیم از راه بازنگری به اصطلاح طی نخواهد شد. افق نسل جدید افق سلبی است، یعنی میدونه چی رو نمیخواد اما در مرحله ایجاب به نظر من. حالا مگر اینکه آقای دکتر فاضلی نماینده ارشاد خواهند فرمود. بنابراین ببینید ما برای اینکه به هر حال به یک وضعیت مناسب برسیم باید مطلقاً سیاست حکمرانی دشمن محور و دشمن پایه رو کلاً کنار بگذاریم. مشکل جمهوری اسلامی اینه که در واقع همه وجودش رو و همه سیاست ها و همه نفس کشیدنش رو به مسئله‌ای به نام دشمن در عرصه داخلی یا در عرصه بین‌المللی، در هر دو عرصه، یعنی در هر دو عرصه ما متاسفانه در واقع گرفتار این سرطان هستیم. در عرصه داخلی تا منتقد در واقع سخنی میگه از دانشگاه اخراجش میکنن. ها حالا هر دو شما به هر حال یا پروانه وکالت بنده رو ابطال میکنن. چرا؟ ها من یک جمله در نوشته های بنده شما نمیتوانستید پیدا بکنید که براندازانه باشه. تمام نوشته های من در چارچوب بازنگری حق مدار و آزادی مدار قانون اساسی بوده. منتها من چه کنم که فهم اونها کوچکتر از فهم در واقع قانون اساسی است. خب بنابراین این دشمن پنداری و دشمن خویی و دشمن کوبی است که جمهوری اسلامی رو به اصطلاح به این روز نشانده و تا این داستان حل نشه، یعنی ما تا زمانی که هویت مستقل منتقد و حتی مخالف رو، مخالف در واقع مخالفی که فعالیت صلح‌آمیز میکنه، تا هویت مستقل اینها رو ما به رسمیت نشناسیم اساساً هیچ صلحی متصور نیست در هیچ زمانی در هیچ مقطعی.